سلام به ویدیو دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید دوستان. ادامه ویدیو لدپوش رو با هم دیگه داشته باشیم. رنگ 600 جهان هستیم. بریم که اولین بسات رو با هم دیگه داشته باشیم. لتس گو. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو لدپوش خوشتون بیاد. اولین بتل سوچ، ببینیم ترکیبش چیه. فقط این موضوع رو بهتون تاکید بکنم رفقا، ویدیوهای لدرپوش بنده از این به بعد هفته ای 3 تا خواهد بود. یعنی من هر هفته سعی میکنم مثل ماه گذشته که این کار انجام دادم، هفته ای 3 تا ویدیوی لدرپوش و تاپ لدرپوش با همدیگه داشته باشیم که اونایی که لدرپوش رو خیلی دوست دارن هم لذت ببرن از چنلمون. و عرضم به خدمت گرامی شما که لایک و کامنت و سابسکرایب لطفا فراموش نشه. خیلی خوبه که لایک بکنین ویدیو رو، بیشتر وایرال میشه و عرضم به خدمتتون که کلاً دلگرمی خیلی خوبیه. خب دوستان، دارک میس از بک و پکا اینجا خیلی فرصت مناسبی برای گریویارد در دست دارم. اوکی، 2 دقیقه آخر بازی. پویزن داره بچه، پویزن داره. متاسفانه این نسخه پویزن دارش خورده مشکل داره برای من، دفاع کردنش مشکله و میخوام ببینم نمیدونم این ترکیب تورنادو داره یا خیر. یه همچین احتمالی میدم که ترکیبش بخواد تورنادو داشته باشه. و چیز دیگه ای که راجع به این بتل بخوام بهتون بگم اینه که من از بمبر تکامل متاسفانه نمیتونم زیاد استفاده بکنم، چون که هر لحظه ممکنه که چینی تاور رو اکتیو بکنه. و من کاپمو از دیروز 100 تا افزایش دادم و الان رسوندم به رنگ 600 جهان و قراره که تا رنگ حداقل 200-300 دنیا با هم دیگه پیش بریم. دیگه توضیحات کامل رو بهتون دادم و بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته تو این بازی. بمبر تکامل برای اینکه یه شاتی یه ضربه خوبی وارد بشه که این اتفاق افتاد. گریویارد یه تورنادو که هیچ ریسکی انجام ندیم. دارک هشمو بچه ها والکری کشید سمت تاور رو. این لحظه بکردم دارک فینیش ضربه رو زد به تاور. بکار وسط والکری ها همینجوری دارن پکا رو اذیت میکنن و این دوتا والکری هم حریف پکا نمیشه به چونوان. والکری کارت خیلی خوبی شده دوباره. یه راش سنگین دارک برو جدا شو. همینه روز حریف چیز خاصی برای گفتن نداشته تا اینجای کار. دارک از بک الکترو ویزارد حمله بیلیم چی میشه. سری تورنادو ماینرش اذیت میکنه. بزن یکی دیگه، یکی دیگه و تمام و تمام دوستان. بتل اول شده سوچ بود که به راحتی پیروز شدیم. بریم بتل بعد برنامه داشت. خب دوستان، بلا فاصله بتل بعدی رو برنامه داریم. رسول نمیخوام بین بتل در واقع حرف اضافه ای زده بشه، دوست دارم همینجوری پشت سر هم بتل بزنیم. دقیقا مثل همون راه و ورژنی که 2-3 سال پیش من توی همین چنل انجام میدادم. هیچ چیز خاصی وسط بتل نبود، بتل پشت سر هم و اینجوری به نظرم خیلی جذاب تره. خب ببینیم ترکیب رسول چیه. اینفرنو دراگون، اول گریویارد رو میزنم بعد الکترو ویزارد چون خیلی مهمه. آره اگه من اول الکترو ویزارد رو میزدم روی الکترو ویزاردم قرار بود پویزن بزنه و پکام خیلی راحت از بین میرفت و این فرصت حمله فوق العاده رو از دست میدادم. این بالون فری که تاور 100% میگیره، مگه اینکه اتفاق خاصی بخواد بیفته. سنوبال فکر کنم 2 ضربه رو شاهد باشیم. بله 2 ضربه توسط بالون وارد شد، خیلی عمالی. دارک پرینس ببینیم چی میشه دیگه دوستان، ببینیم چی میشه. کار بسیار بسیار دشوار به نظر میاد. ترکیبی هستش که اوبیتو باش بازی میکرد. اوبیتو رو قطعا یادتونه، با میگا نایس 2 سیزن پیش بود که بهش ریاکت میرفتیم. رنگ 74 هم زد و دیگه بعدش کلن لده رو ول کرد. خب
اینجا دو تا کار راه داریم بچه ها. الکترو ویزارد پلی بدم، دیگه پکای بعدی که میندازم از بین خواهد رفت. من سعی میکنم اول پکا رو بزنم و عشان این توجه بکنید میخوام چیکار بکنم. ببینید اینجا الکترو ویزارد زدن یعنی مگانایتون میخواد بزنه دیگه. اگه الکترو ویزارد بخوام اونجوری که خودش میخواد بزنم اینجوری میزنم بچه ها، هم الکترو ویزاردم از بین نمیره، هم مگانایتش دیر میاد و هم اکسیر بیشتری ازش میره. اینجا دارک پرینس الکترو ویزارد نباید بمیره. یه بمبره تکامل معذرت، تمام. یه دفاع خیلی بی‌نقص، یه دفاع خیلی بی‌نقص داشتم الان. دقیقا مثل بطل گذشته حریف چیز خاصی برای گفتن نداشته دوستان عزیز. اگه متا همین ترکیب ها بخواد باشه واقعا یه متای خیلی خوب سراغ منه. خب چون پویزن نداره دیگه با خیال راحت الکترو رو میزنم. او مای گاد الکترو ویزارد نباید از بین میرفت. دارک یه خورده رفته رفته داره سخت و حساس پیش میره، باید تمرکزم رو ببرم بالا. گراش سنگین. او مای گاد او مای گاد. آخ 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 رفقا دمیج خیلی بدی گرفت ازم. هیچ چیزی مشخص نیست. میخوام یه حمله تاکتیکی با بمبر تکامل انجام بدم. او مای گاد بربر بربر لعنت بد و تمام. یاس میکردم بمبر تکامل از بین رفت دیگه، حملم کارساز نبود ولی خب کارو تموم کردم به نفع خودم. خیلی هم عالی دوستان، رسیدیم 461 دنیا در حال حاضر و قطعا ادامه خواهیم داد. بریم بتل بعدی دوستان عزیز. تا اینجای کار که دو بتل خیلی راحت و ایزی رو پشت سر هم بردیم و عرضم به خدمتون که تا اینجا یه چند تا بتل زدم که فوق‌العاده بودن، یعنی از کاپ 1800 که دیروز رسیدیم و وین ریتمون مشخص بود زدم و تا 1900 بتلای خیلی خوبی زدم تونستم ببرم. بریم بتلای بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. حریف نمیندازه، منتظریم همچنان ببینیم کی حریف رو قرار بندازه. واقعا خیلی عجیبه ها بچه ها، تو رنگش 460 من هیچ وقت یادم نمیاد چیه اینقدر صبر کرده باشم تو این سالها. من توی تاپ 200ش اینقدر صبر نمی کردم دیگه، الان که دیگه هیچی نیست. تاپ 460 چیه؟ من تو تاپ 200 چرا تاپ 100 صبر می کردم اینقدر، ولی این رنگ امکان نداشت هیچ وقت این اتفاق بیفته. نگاه بچه ها سرورهای خلوت کدش رویال. بریم بتل بعدی. وودی واکر اسم حریف تورنیدو و ببینیم ترکیبش چیه دیگه. آپشن های زیادی اومد دستم. فکر کنم ترکیبش باید ترکیب تی بگ باشه، یعنی نسخه کلاسیک، یا حالا شاید هم ترکیب رمیلی. ببینیم چی میشه. بله دوستان ترکیب رمیلی هست فکر میکنم، مگر اینکه بخواد برخلافش رو ثابت بکنه حریف که گمون نمی کنم. ریویارد که بسیار عالی. سنی تورنادو چی داره؟ یس 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 سریع با مورد تکامل رو بندازیم و از این فرصت استفاده بکنیم. بچه ها نمیزنه ضرباتو به تابر. دفاع سنگین. دوستان تا اینجای کار سه تا بتل داشتیم که البته هنوز مشخص نشده این بتل، ولی خب چیزی که روند بازی داره نشون میده
این بتل هم پیروز میشیم. اگه این بتل هم پیروز بشیم، سه بتل پشت سر هم برد توی لایف بتل. خیلی هم عالی. پکا چین تاور 100% اکتیو میکنم، اصلا بهش فرصت نمیدم. اوکی خب گریویارد رو بزنیم بچه ها، چون که فکر نمی کنم این ترکیب پویزن. ای بابا هر چی میگم برخلافش ثابت میشه. پویزن میخواستم میگم نداره ولی خب داره. من اول فکر کنم نسخه در واقع برشن اصلی ترکیب رنیلی جلومون قرار گرفته، ولی خب اینطور نیست. یه نسخه میتونم بگم دستازه که من دلیوری و با پویزن تو ترکیب والبریکر. خب دیگه تمام بچه ها ندیده بودم و اینجا کار به نفع ما تموم میشه. دوستان عزیز فوق‌العاده بود، چه ایموت های خفنی دارم بچه ها. من رفتم چک کردم دیدم چه ایموت هایی دارم، واقعا ایموت هم خوشگله. و سومین برد پشت سر هم، ببینیم رنکمون چند شد. 375 دنیا بچه ها. بریم بتل بعدی. امیدوارم که تا اینجای کار رو لذت کافی رو برده باشید. اونیان اسم شبیه اسمای ترکیه ایه، خب مطمئن نیستم. گالمه این ترکیب، مطمئنن گالمه. نمیدونم چی داره الان جلو پکان بخواد بندازه. فکر کنم بربر باید باشه تو این ترکیب. بومبر، بله بومبر هم داره این ترکیب ها. پکا رو نگاه کنید بچه ها از چقدر از زور میزنه. خیلی دوستان پرسیده بودن که چیش قوی شده، دقیقا همینش قوی شده. 33% در واقع از دورتر میزنه ضرباتش رو. دارک، ماشاءالله دارک. عروس یکی دیگه، ای خاک تو سرت. یک دقیقه و 40 ثانیه. پمپ، بسیار بسیار کار دشواری داری. اونایی که حداقل 3 ویدیو از چنل من دیده باشن 100% میدونن که در واقع ویدیوهای لدر پوش، میدونن که این ترکیب حتی از ورژن های مختلف لاوا هم سخت تره. نمیگم ایه ورژنش، از ورژن های مختلف لاوا هم سخت تره. و میبینیم که همینجوری داره اسپم میکنه از رو پول، نمیذاره کارت هم رد بشن. میدونه که رد بشن کارش تمومه دیگه. سریع رو بادون فکر کنم دیگه. آره داره. گولم بزنه از پکار اصلا تو. آها همینو میخواستم ببینم میگیره این حرکتم یا خیر. گریویارد وای این برای حمله بعدی. وا این چیه دیگه، واقعا گولم بعدی رو زدی؟ این واقعا گولم بعدی رو زد؟ چه کارش تموم بود اگه اون نو اسکیل بازی ها رو انجام نمیدادیم. در واقع انجام نمیداد منظورم اینه. آخه گولم باشه سر هم، این دیگه چه چیزی بود واقعا. بریم بتل بعدی. ولی خیلی سخت بود و داره جذاب پیش میره ویدیو، خوشم میاد از این روند.
خب دوستان عزیز، بریم بتل بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم و اولین باختمون رو توی این ویدیو دادیم و بتلایی که پشت سر هم میزنم لایف بتلا، این اولین بار بودش که توی این ویدیو باختیم. بریم که ببینیم چه اتفاقی میفته توی بتل بعدی. لاک بیت چهار، نه لاک بوی 14 اسم حریفمون است. ببینیم ترکیبش چی میتونه باشه. ریل دارک دریل هر چقدر زیادتر باشه برای من به نفع منه کلا. گریویارد سریع تورنادو، جانم به این تورنادو، جانم به این تورنادو که چه دمیجی وارد میشه به تاور. فهمیدم ترکیبش که این ترکیب احتمالا قریب به یقین باید تورنادو داشته باشه در دست و احتمالا جلال اگه ورژن اصلیش باشه. ورژن اصلیش قشنگ یادمه که ورژن جلاد داشت، خیلی ترکیب خوبی بود برای من بچه اون موقع. همیشه این ترکیب زیاد بود و واقعا راحت می بردم. بعضی هم جاینت اسکلت می آوردن تو این ترکیب. ببینیم چی میشه اینجا. اوکی، چه ریسکی انجام داد واقعا. گریویارد میخواد چیکار کنه اینجا رو؟ دیدید چی گفتم بهتون؟ جلاد داشت، میدونستم. گولدن نایت و پکایی که خیلی راحت و لاکشری کار رو تموم میکنه دوستان. میبینید دیگه خیلی راحت. بچه بتل پیش جوری ترکیبی داشتم بازی میکردم که هیچ جوره احتمال بردی من بالاتر از 10% نمیتونه باشه. ولی خب دیدید که چقدر خوب تونستم دوام بیارم. ولی خب اون حرکت آخر گولم زدناش، واقعا گولم بچه ها دارم به این نتیجه که گولم نو اسکیل رسیده بودم ها، الان نه 3 سال پیش، ولی داره دوباره به هم ثابت میشه که گولم یه خورده قدرت بگیره، نو اسکیلیش هم اضافه میشه. یعنی نمیدونم چی رو بهتون منظورم رو بفهمونم. من 3 سال پیش که گولم خیلی قوی بود اون موقع میگفتم خیلی نو اسکیلم هست، هم قوی هم نو اسکیل، نو اسکیل زیادی نمیخواد. الانم دارم دوباره به این نسل میرسن که یه خورده قوی تر داره میشه. آره اینم از این تمام، یه خورده داره قوی تر میشه. این حس بهم داره دوباره دست میده که این ترکیب ممکنه که نو اسکیل دوباره بشه و چیزی که واقعا مشخصه دیگه، مخصوصا نسخه ای که اون اویان اسمش بود دیگه داشت بازی میکرد. اوینان اسمش بود. بریم بتل بعدی دوستان عزیز، این بتل دیگه ببریم و دیگه کار رو تموم بکنیم، برسیم به رنک 200 خورده ای. چون توی لدر نگاه کردم با این برد پیروز با این پیروزی احتمالی به رنک 260 میرسیم، 250-60 میرسیم و یه ویدیوی خفن رو پشت سر میذاریم. دارک والا ترکیبش بعد بچه نمیشه 100% گفت چیه. این احتمال داره که هر چیزی باشه واقعا. شرمنده بابت این نوتیفیکیشن، یادم رفت قطعش کنم قبل این ویدیو. باید تمرکز کنم بچه، من زیاد صحبت نمی کنم تو این بتل، بتل خیلی حساسیه. اوکی، کار بسیار سخت دوستان. گریویارد خب سریع روز، حریف داره خوب بازی میکنه. بومبر یه واقعا یکی از اون بطل هست که باید 100% تمرکزم رو بذارم ببینم میشه در آورد یا نه. What up, future king over here.
اوکی. حریف خیلی خوب بازی کرده تا اینجای کار. این لعنت من گفتم بکنم پلی میده بکا. الکترو حالا از بک بدهی داد دن سرویس. بچه واقعا تو اکسی کم آوردم. آخ یه پله پایین زدم. سریع رو بازی در دست دارم ها، اینطوری هم نیست. بومبر وای بومبر چرا اونجا رفت؟ ای وای سونی آخر چی بود در اومد؟ چه سونی آخر چی بود اون در اومد واقعا؟ نمیگم بازی 100% میبردم ولی این گاردینه 100% کل امیدای منو ناامید کرد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه بچه‌ها. دیگه ادامه بدیم ویدیومون، هم طولانی میشه هم خسته کننده میشه، مطمئنم اینو، چون بعد دوباره برم تو کاپ 2900 بتل بزنم اوه طول میکشه. بچه ها ویدیو بعدی از من این قولو بگیرید که 2000 کاپ میارم و همین نزدیکی ها یا فردا یا پس فردا 2000 کاپ و 2100 رو با هم دیگه توی ویدیو میزنیم. فعلا تا ویدیوهای خفن آینده.